درود بر شما. 13 اسفند ماه 1400 خورشیدی و 4 مارس 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر خواهیم دید که از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین چی گیر جمهوری اسلامی میاد. خلاصه پرده آخرم آخر برنامه. بامداد پنجشنبه 5 اسفند ماه 1400 ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای نظامیش فرمان حمله به اوکراین داد. کمتر از 48 ساعت بعد عصر جمعه در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه نرمی در محکوم کردن تجاوز نظامی روسیه به اوکراین مطرح شد که همون هم روسیه وتو کرد. طبیعتا خودش متجاوز بود، خب وتو میکنه. بله. چهارشنبه در 7 روز حمله به اوکراین در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل با شرکت 181 کشور عضو سازمان ملل قطعنامه محکومیت به رأی گذاشته شد. مجمع عمومی سازمان ملل با 141 رأی موافق قطعنامه درباره بحران اوکراین و در محکومیت روسیه تصویب کرد. تنها 5 کشور روسیه، سوریه، کره شمالی، بلاروس و اریتره به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل رأی منفی دادند. ایران و چین و پاکستان و ارمنستان و قزاقستان و 30 دولت دیگه رأی ممتنع دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بلافاصله پس از تصویب این قطعنامه به خبرنگاران گفت 141 کشور در مجمع عمومی با رأی مثبت خودخواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسی از اوکراین شدند. پیام مجمع عمومی کاملا آشکار است. همین الان به خصومت‌ها پایان دهید. در دیپلماسی و گفتگو را باز کنید. حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در راستای منشور سازمان ملل باید مورد احترام قرار گیرد. وضعیت اوکراین یک بمب ساعتی است. من همچنین دبیرکل سازمان ملل میگوید که من همچنین بسیار نگران تأثیر احتمالی جنگ در اوکراین بر صلح و امنیت منطقه و جهان هستم. قطعنامه امروز یک حقیقت را نشان می‌دهد. جهان خواهان پایان رنج گسترده انسانی در اوکراین است. یک تحریم بین المللی علیه روسیه شکل گرفته. مسابقات ورزشی با روسیه تحریم شد، یعنی چیزی که در واقع نماد دوستی بین ملت‌ها و کشورهاست، به طور کامل تحریم شده. ورود روسیه به جشنواره‌های معتبر سینمایی و هنری مثل کن ممنوع شده. نرم افزارهای مهم مثل گوگل پلی ارائه خدمات به روسیه رو متوقف کردن که باعث اختلال حتی تو زندگی عادی مردم شده تو روسیه، مثل مترو سوار شدن مثلا، چون با همین اپلیکیشن ها زندگی میکنن مردم. بانک ها روسیه رو تحریم کردن. حتی سوئیس که بیطرف بوده همیشه به دلیل بانک های سوئیس که معروفه، سه شنبه اعلام کرد دارایی مقامات روسیه در بانک های این کشور که حدود 11 میلیارد دلار مسدود میشه. غرب یک پارچه روسیه رو تحریم کرد. گروه سپر بانک، یکی از بانک های اصلی روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که بعد از تحریم های مالی از بازار اروپا خارج می شود چون قادر به تأمین نقدینگی زیر مجموعه های اروپایی خود نیست. چهارشنبه سهام سپر بانک در بورس لندن به صفر رسید، یعنی بی ارزش شد. سپر بانک یا بانک پسنداز فدراسیون روسیه، بزرگترین بانک در روسیه و اروپای شرقی و سومین بانک بزرگ در اروپا شناخته می شد. این مجازات البته ادامه داره، اما اینها یک سوی فاجعه است. سوی دیگر این فاجعه کشتار هزاران سرباز روسیه و اوکراینی و بیش از اینها کشته شده از غیر نظامیان زن و بچه های اوکراینی. آواره شدن بیش از 1 میلیون نفر به روایت سازمان ملل متحد از جمعیت 42 میلیون نفری اوکراین تو همین یک هفته، مهاجرت اونها و بعد این بیش از 1 میلیون نفر چقدر بشه و بعد چجوری اینو بخوان برگردن و بعد چه بحرانه. یعنی ببینید یک فاجعه انسانی در چشمانداز نچندان دور. از بین حکومت‌هایی که تجاوز به خاک اوکراین رو محکوم نکردند، حکومت‌های ایران و کره شمالی موضعشون دقیقاً یکسانه. خوشحالی هم کردن از این بابت که دیدین سیاست‌های آمریکا اوکراین رو به کجا کشید، پس ما که میگیم شیطان بزرگ آمریکاست، بیا حمله به اوکراین ثابت کرد.
کره شمالی برای اولین بار رسما درباره تشدید بحران اوکراین اظهار نظر کرد و آمریکا را مسبب وضعیت موجود دانست. وزارت خارجه کره شمالی در وبسایت خود آمریکا را به برتری جویی نظامی و نادیده گرفتن خواسته های امنیتی مشروع روسیه متهم کرده و موضوع را به خودکامگی و خودسری ایالات متحده آمریکا نسبت داده است. حالا علی خامنه‌ای دهم اسفند 1400 6 روز بعد از جنگ بغل گوشه گربه ایران میاد درباره مبعث پیامبر اسلام سخنرانی میکنه، اونجا مثلا موزه گیری میفرماید درباره این جنگی که همه رو وحشت زده کرده در جهان، میگم اینکه بغل گوشه ایران اهمیتی نداره خب برای جانشین پیامبر اسلام یه همچین اتفاقایی. مبعث پیامبر مهمه که میام دربارش صحبت، حالا این گوشم یه تو گوشی هم به شیطان بزرگ میذارم در این وضعیت. ببینید توجه کنید که در اینکه روسیه به اوکراین تجاوز نظامی کرده بحثی نیست. چه بحثی میتونه باشه؟ جنگ بین دو کشور که نبوده. روسیه ناگهان حمله نظامی همه جانبه میکنه و وارد خاک یک کشور دیگه یعنی اوکراین میشه. اینو به ساده ترین زبان میگن تجاوز نظامی. اما خامنه ای در سخنرانیش که موضع گیری پیشواست درباره این جنگ، یک کلمه از روسیه اسم، حتی یک بار کلمه روسیه رو به کار نمیبره. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا منتهی میشه. اصلا نمیخوام تفسیر کنم فلان کنم اینا، نه ببینیم چقدر راست میگه تو همین دو سه نکته ای که فرمودنشون. فارغ از تاریخچه شکلگیری اوکراین جدید به عنوان یک کشور که اصلا بر پایه ملیگرایی مردم ساکن اوکراین امروزی در جریان انقلاب روسیه در پایان جنگ جهانی اول شکل گرفت، چون قبلش دو پارچه بود بین امپراتوری روسیه و لهستان که الان همسایه های شرقی و غربی اوکراین هستند. سال 1917 میلادی در جریان انقلاب اکتبر روسیه با خواست خودمختاری این کشور به وجود میاد، اسم جمهوری خلق اوکراین رو میگیره، خیلی زود میشه جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین در شمار 15 کشوری که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو شکل میداد. این تاریخ رو بذاریم کنار، فارغ از این تاریخ که ریشه در قبل از هر چیزی ریشه در ملیگرایی مردم اوکراین داره، آنچه خامنه ای میگوید مربوط است به همین یک دهه گذشته که میگه دخالت های آمریکا و کودت های رنگی و غیره باعث شد که کار اوکراین به اینجا بکشه. درست عکس واقعیت رو داره میگه، درست عکس آن چیزی که گذشته. اوکراین از سال 1991 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اعلام استقلال کرد. استقلال اوکراین البته بیش از اعلام استقلال کشورهایی بود که از دل فروپاشی اتحاد شوروی در آمدن، مثل قزاقستان و گرجستان و تاجیکستان و ارمنستان و کلن کشورهایی برآمده از فروپاشی اتحاد شوروی در قفقاز و آسیای مرکزی، اون نوار باریک و پهن کشورهای تازه تأسیس بالا سر افغانستان و رو گرده و کله گربه ایران، اونا همه داخل کشوری به اسم اتحاد شوروی دوروبر دریای خزر هم اینجور دیگه، داخل کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی بوده. اوکراین خودش کشور مستقل بود، گفتم از 1917 و 18 با نام جمهوری خلق اوکراین و بعد جمهوری سوسیالیستی و اعلام استقلالش در 1991 میلادی در جریان فروپاشی اتحاد شوروی، در واقع استقلال از سیاست‌ها و به ویژه تعهدات نظامی بود که بین روسیه، اوکراین و بلاروس، سه کشور همسایه وجود داشت. بلاروس شمال اوکراین،
روسیه در شرقش و اوکراین. این سه تا کشوری که بودن، این بلاروس رو میگفتن روسیه سفید بیشتر. سال 1994 یعنی سه سال بعد از اعلام استقلال اوکراین، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و اینها، اوکراین میشه عضو برنامه مشارکت برای صلح. برنامه مشارکت برای صلح از برنامه های ناتوست و به گفته بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1993 برنامه مشارکت برای صلح مسیر پیوستن به ناتوست. 20 کشور عضو این برنامه هستند از جمله اوکراین. از زمان فروپاشی بلوک شرق به طور کلی، یعنی شوروی و تمام اقمارش و کشورهایی که با احزاب برادر اداره می‌شدن و اینها از جمله اوکراین، دولت‌های آمدند و رفتند در اوکراین از همون سال 91 تا حالا که در سیاست خارجی دو نقطه مقابل هم بودند، 180 درجه مقابل هم، یا طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا بودند یا طرفدار مسکو و کرملین و مخالف اتحادیه اروپا. مشهورترین چهره طرفدار کرملینشون ویکتور یانوکوویچ بود که تظاهرات و اعتصاب‌های سراسری که به انقلاب نارنجی معروف شد، اون چیزی که خامنه‌ای میگه انقلاب رنگی، در سال 2004 میلادی نذاشت او رئیس جمهور بشه. انتخابات شد، مردم ریختن تو خیابون، گفتن تقلب شد، یه چیزی درست مثل سال 88 ایران. ولی انقدر پیگیر بودن در این اعتراضشون مردم اوکراین که کمیسیون سرصدای زیادی در جهان کرد. کمیسیون انتخابات و پارلمان اوکراین نتیجه انتخابات رو بی‌اعتبار اعلام کرد، گفت اینجوری نمیشه، انتخابات جدید میذاریم با نظارت دقیق بین المللی. تو اون انتخابات رقیب یانوکوویچ پیروز شد، رقیب یانوکوویچ که یانوکوویچ گفتم ترو روس بود و طرفدار کرملین بود، رقیبش با 52% آرا پیروز شد و او که مخالف بر سرنوشت دادن سرنوشت اوکراین دست مسکو بود. خامنه ای میگه انقلاب نارنجی کار آمریکا بود. صدها هزار نفر بیش از دو ماه، نزدیک سه ماه زمستان 2004 1385 تو خیابونا بودن و علیه روسیه و یانوکوویچ تظاهرات میکردن. یانوکوویچی که فعالیت‌های مردم علیه او رو در اوکراین خامنه‌ای تقبیح میکنه که شنید این صحبت رو، میگه کار دشمن بوده، کار آمریکا فلان بوده، از سال اصلا انگار مردم وجود ندارن در قاموس و در سخن و فکر خامنه‌ای در هیچ جای جهان. یا کار آمریکا است همه چیز، یا کار فلان دولت، یا فلان، اصلا مردمی وجود ندارن. یانوکوویچ که برکنار شد با انقلاب نارنجی در اوکراین در سال دوبار، حالا میگم تاریخچه‌شو، از سالها قبل از اینکه اصلا حزب تشکیل بده و با حمایت همه جانبه مسکو نامزد ریاست جمهوری بشه در اوکراین، یک بزهکار و مجرم محکوم شده شناخته شده بود در اوکراین. در دوره اتحاد شوروی در اون موقع یک بار در 15 دسامبر 1967 آذر 1346 به خاطر دزدی و تعرض به 3 سال زندان محکوم شده بود. بخشیشو با اعمال شاقه کشید آمد بیرون. باز به فاصله نچندان دور از لحاظ زمانی در 8 ژوئن 1970 خرداد 1349 به همون دلیل تعرض جنسی 2 سال افتاد زندان. اینه که معروفه که این مثلا گفته می شود، حالا دقیق یا نادقیقش رو کاری نداریم، که مافیاها اداره میکنن روسیه رو، این آدم ها و طرفدارانشون در کشورهای همسایه روسیه. ولی نقشی که به عنوان دست راست پوتین در اوکراین همین یانوکوویچ بازی کرده اهمیت او رو کاری نداره دیگه، به اینکه اون موقع محکوم شد فلان شد، اهمیت او رو برای کرملین نشون میده. این آدم میتونه شاخ بشه اینجا. سال 2010 میلادی 12 سال پیش میشه رئیس جمهور با انتخابات. پول خرج میکنن، طرفدار دارن، فلان میکنن، بخشی از اوکراین به هر حال روس زبانن و اینا میتونن نفوذ بکنن. خیلی جالبیه، نکته رو همینجا پرانتز باز کنم، همین زلنسکی که رئیس جمهور مخالف
کرملینه و اصلا با خواست پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا پیروز شد. دو تا خواست مشخص داشت، یکی خواست سال 2019 سه سال پیش همین زلنسکی که در کنار مردمش و پیشاپیش مردمش داره می جنگه با روس‌ها، با تجاوزگران و اشغالگران کشورش، او زبون اصلیش روسیه. بله، همین شخص زبان اصلیش روسی است و خانوادهش، فامیلش اصلا در یهودی تباره و در جنگ علیه نازی ها کشته شدن کلی از خانوادهش. و خودش هم جالبه، من این تو پرانتز بگم چون دیگه بر نمیگردیم بهش، خودش هم جالب اینه که این آدم همینجا واسین تا بگم براتون این آدم میدونید که هنرمند ذاتن، و میگم ذاتن برای اینکه کمدین ها معمولا ذاتن هنرمندن، و یک سریالی درست میکنه برای تلویزیون اوکراین که 4 سال نمایش داده میشه به اسم آقای رئیس جمهور. توی اون سریال نقش آقای رئیس جمهور رو داره همین زلنسکی، و بعد از اون است که از هم یاد نامزد میشه، وابستگی حزبی هم نداره، علیه فساد و برای پیوستن به اتحادیه اروپا، کلی هم طرفداری، اکثریت مردم هم طرفدارش میشن. خب حالا داریم امتحانش پس میده. به هر حال داشتم اینو گفتم که سال 2014 گم نکنم خط صحبتو، سال 2014 تظاهرات سراسری اوکراینی ها، سال 2010 عرض کردم یانوکوویچ طرفدار مسکو میشه رئیس جمهور با انتخابات، سال 2014 قبل از اینکه دورش تموم بشه دوباره تظاهرات میشود علیهش و علیه سیاست‌های او. خواست اصلی باز پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا است که یانوکوویچ بنا به خواست و مسکو باش مخالفت میکرد. در سرکوب اعتراض‌های خیابانی در سال 2014 نزدیک 100 نفر کشته میشن از مردم و بیش از 1000 نفر مجروح. پارلمان اوکراین رأی به برکناری یانوکوویچ میده. چیزی که خامنه‌ای میگه کودتا، همین جریان میگه که الان عرض کردم. روس‌ها بهش میگن کودتا. بلافاصله همون موقعی که پارلمان اوکراین رأی به برکناری یانوکوویچ میده، روسیه به اوکراین حمله میکنه، شبه جزیره کریمه رو که بخشی از خاک اوکراینه اشغال نظامی میکنه. بعد همه پرسی میذاره. ببینید کریمه بخش از خاک اوکراینه، تنها راه خشکی که داره به اوکراین، و بقیهش دیگه اون طرفش دریای مرمره است که میره داخل روسیه و زیرش هم دریای سیاه. خب بعد از اشغال، بعد از لشکرکشی به کریمه، بعدن پوتین همه پرسی میذاره برای پیوستن کریمه به روسیه و اعلام میکنه که بیش از 98% رأی به الحاق کریمه به روسیه دادند. گفتم دیگه نقشه رو دیدین که راه خاکی، که تنها راه خاکی که کریمه رو به خشکی وصل میکنه، خاک اوکراین. وال استریت جورنال در تیر ماه 97 به رؤیای پوتین و واقعیت امروز روسیه پرداخت. نوشت پوتین در سخنان خود در مجلس نمایندگان این کشور آه و افسوس خود از فرو ریختن اتحاد جماهیر شوروی را کتمان نکرد و گفت با این فروپاشی کشور نزدیک 24% از خاکش، بیش از 48% از جمعیتش و بیش از 40% از تولید ناخالص داخلیش را از دست داد با فروپاشی اتحاد شوروی. با این وجود روسیه هنوز، اینا رو وال استریت جورنال می نویسه که روسیه هنوز هم پهناورترین کشور بر روی کره زمین است، اما همین کشور با این ویژگی مهم جزء 10 اقتصاد بزرگ و اول جهان نیست. تولید ناخالص داخلی آن به سختی به سطح معیار مشابه در کره جنوبی و یا استان گواندانگ چین میرسد. به نوشته وال استریت جورنال، پوتین برای رسیدن به رؤیای احیای امپراتوری به اقدامات خطرناکی در خارج از کشور دست خواهد زد. اینو 4 سال پیش، 3 سال پیش، تیر ماه 97 نوشته این مقاله رو که میدانیم که به این اقدامات خطرناک پوتین از سالها قبلش دست زده بود. سال 1999، 23 سال قبل از این،
به قفقاز لشکر کشید، یک حکومت دست نشانده در جمهوری خودمختار چچن گماشت و همین الان هم رئیس جمهور، به اصطلاح رئیس جمهور مسلمان دست نشانده مسکو رمضان قدیروف داره با نیروهاش در اوکراین علیه اوکراینی ها می جنگه. مزدوره دیگه مسکو. سال 2014 پوتین به جنوب شرقی اوکراین لشکر کشید، عرض کردم، و کریمه رو ضمیمه روسیه کرد. ببینید موقعیت دو استان شرقی اوکراین رو میبینید در این نقشه که به عنوان جمهوری‌های خودخوانده مشخص شدن و روسیه هفته پیش که به اینجا حمله کرد گفتن که اینها رو در واقع روسیه آمده است که نجات بدهد از چنگ اوکراین خدا نشناس. قبل از اینکه چچن ها هم بشن مستعمره روسیه، در واقع بهشون میگفتن جمهوری خودخوانده چچن. درست مثل همین دو ایالتی که اول پوتین از اونجا در واقع وارده حمله به اونجا کرد. در واقع در تمام این رویدادهای 20 سال گذشته پوتین کجا بوده؟ پوتین امروز 70 ساله، یا مدیر امنیت فدرال روسیه بود یا رئیس جمهور. فقط 4 سال 2008 تا 2012 رئیس جمهور نبود، نخست وزیر بود، به دلیل محدودیتی که قانون اساسی روسیه اون موقع بهش اجازه نمیداد پشت هم بشه رئیس جمهور. قانون اساسی رو عوض کرده تا بتونه تا سال 2036، یعنی نوه های من و شما بخوان بهش رأی بدن، سال 2036 یعنی از امروز تا 14 سال دیگه رئیس جمهور بمونه. در واقع رئیس جمهور نه اینکه بشه، بمونه، چون با اون سرکوب مخالفان و ترور رو بگیر و ببند چهره های اپوزیسیون در روسیه باید هم گفت بمونه در حکومت دیگه، یعنی میخواد بمونه. خب وقتی حکومت اینقدر اقتدارگرا و تمامیت خواه باشه، به این دلیل من گیر دادم به پوتین، رؤسای حکومت ها در اینجور حکومت ها نقش بسیار مهمتری خواهند داشت در سرنوشت اون حکومت و سرنوشت اون کشور، حتی تا حکومت هایی که بر اساس شفافیت و انتخابات آزاد و قانون اداره میشن. این آدم، این شخص، این پوتین الگوی خامنه ایست. باری همون دروغو که خامنه ای درباره پیشینه اوکراین و دولت اوکراین گفت که همش تقصیر آمریکا بود که اینجوری مردم هم هست، اصلا ببینید مشخص‌تر میاد درباره مردم اوکراین هم همون دروغو میگه. اگر مردم وارد میدان میشدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمیشد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. حالا همین مردم اوکراین هستند که واستادن در حمایت از رئیس جمهورشون بهش انرژی میدن تا او دولت و کشورش رو تسلیم روسیه نکنه، لااقل تا لحظه ضبط این برنامه این اتفاق نیفتاده. حتی اگر حتی اگر پوتین تمام کشور اوکراین رو اشغال بکنه، نمیتونه حفظش کنه با این مقاومت که داریم میبینیم از مردم. آمریکا و رئیس جمهورشون، آمریکا و یه تعداد دیگه از کشورهای غربی از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستن کشور رو ترک بکنه همون روز سوم جنگ نکرد. گفت من همینجا میمونم میجنگم. گزارش های فراوان شنیدین و دیدین از بسیج مردمی در اوکراین و مسلح شدن مردم در مقابل روسیه. خیلی کوکتل مولوتوف و ایرونیا باهاش آشنا هستن. اینا بطریایی که فقط تو یکی از محله های کیف مردم جمع کردن برای ساختن کوکتل مولوتوف علیه تانک ها و نفربرهای روسیه بتونن استفاده بکنن. انتشار اسکان نیوز با انتشار این ویدیوی کوتاه نوشته مقاومت مردم اوکراین، مردم ستاروبلسک در منطقه لوهانسک، همون جایی که مردمش روس تبار هستند و پوتین میگوید اوکراینی ها آنان را
کشتن و ما برای نجاتشان آمده ایم با دستان خالی جلوی تانک های اشغالگران مقاومت میکنند. این رسانه های داخل ایران ها از رسانه های مجازی در جمهوری اسلامی و رسانه های حتی روزانه روزنامه ها. ببینین 11 اسفند 1400، تشکیل بسیج مردمی در اوکراین برای جنگ با روسیه، تحسین مردم جهان از اوکراینی ها رو تو رسانه ها و شبکه های ایران این روزا میبینین، حتی ایران. تبدیل شدن زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به قهرمان ملی در این کشور و بس به یک قهرمان در نگاه مردم کشورهای دیگه، به دلیل همین مقاومت های مردمی است. و خامنه ای میاد میگه مشکل اوکراین این که مردم از کشورشون دفاع نمیکنن. ای بدیهی است که خامنه ای با این پرت و پلاها میخواد بیشترین نفع رو ببره، به اصطلاح خودش این تبلیغ و ترویج اسلام ناب محمدی، میخواد بیشترین نفع رو ببره، بیشترین نفع رو ببره برای بقای خودش. کیهان بیت پیشوا نوشته است: خبری از سفیر اوکراین در انگلیس منتشر شد که در آن میگفت اگر به وعده های آمریکا، انگلیس و روسیه اعتماد نکرده و توانایی های نظامیشان را از بین نمی بردند، اوکراینی ها امروز وضع بهتری داشتند. او از ایران نیز خواست در برابر آمریکا سپر هسته‌ای خود را کنار نگذارد. یعنی چی؟ یعنی ایران سپر هسته‌ای داره، این سلاح هسته‌ای داریم ما، و حالا در اثر فشار غرب و برجام ممکنه کنارش بذاریم، نذاریم، وگرنه به سرنوشت اوکراین دوچار میشیم. رسانه های سپاه و بیت رهبر جمهوری اسلامی میخوان چند تا نتیجه بگیرن از این رسوا گری هایی که میکنن. در واقع یک، سلاح هسته‌ای رو اگه اوکراین بل نمیکرد روسیه بهش تجاوز نظامی نمیکرد، به قول اینا عملیات ویژه علیهش نمیکرد. بذارین در این باره یه یاداوری کوچیک بکنم. سال 1994، یعنی سه چهار سال بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، یک تعهدنامه امضا شد چهار جانبه در سازمان ملل متحد با امضای نماینده های چهار کشور: روسیه، اوکراین، آمریکا، انگلیس. و طنز تلخ تاریخ این است که امضا کننده روسیه این تعهدنامه همین لاوروف وزیر خارجه پوتین بود که اون موقع نماینده روسیه در سازمان ملل بود. این تعهدنامه به اوکراین تضمین امنیتی میدهد در برابر توقف تولید سلاح هسته‌ای، که میگن اوکراین سومین انبار سلاح‌های هسته‌ای جهان رو داشت. تضمین امنیتی میده به اوکراین، یعنی چی؟ تو اونا رها کن. تعهدنامه با صراحت میگوید که کشورهای امضا کننده از حاکمیت ملی اوکراین و تمامیت ارضی این کشور دفاع میکنند. روسیه هم جزوش بود دیگه. 10 سال بعد روسیه به جنوب شرقی اوکراین لشکر کشید و کریمه رو تصرف کرد و همچنان در تصرف خودش داره و الان هم که داریم میبینیم اوضاع چجوریه. بعد خامنه ای همش بگه میگه بدعهدی میکند آمریکا، اروپا، فلان. آمریکا، اروپا بذاریم من هیچی نگم، خودتون بگید. نکته دومی که سپاه و بیت پیشوا میخوان طرفداریشون رو از روسیه در جنگ با اوکراین توجیه بکنن این است که میگن بعد از تحریم های غرب علیه روسیه در سال 2014، اون موقع که کریمه رو تسخیر کرد، سیاست چرخش به شرق و دوری از غرب استراتژی درست روسیه بوده. یعنی ما هم همین کارو داریم میکنیم. ببینید اون درست کار کرده که الان انقدر قدرت داره که میره حمله میکنه به یک کشور دیگه، تجاوز نظامی قواعدم میکشه. حالا هیچ کم نمیتونه بگه والا چشات ابروه، جلوش نمیتونن بگیرن. رسانه سپاه نوشته است، فارس نوشته: کشور روسیه پس از تحریم های سال 2014 با هدف همگرایی اقتصادی در منطقه تصمیم به تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2015 گرفت. یه سال بعدش در واقع ایجاد پیمان‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی به عنوان یکی از راهبردهای ضد تحریمی توسط روسیه در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر اعضای دروغ ببینید، حالا میگم چرا. در حال حاضر اعضای این اتحادیه عبارتند از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. همکاری‌های تجاری روسیه با این کشورها سال به سال در حال افزایش است.
همه چی رو به هم میبافن. ببینین این اتحادیه اقتصادی اوراسیا چقدر اصلا وجود داشته داره که فارس رسانه سپاه تو بوق میکنه میگه بیاین یاد بگیریم. این نمایه مبادلات اوراسیایی است از اول 2015، یعنی از زمانی که درست شد تا آخر 2019، حجم مبادلات حتی یک هفتم هم بالا نرفته، از حدود 42.5% رسیده به حدود 57.5%، یعنی 14% اضافه شده. 14% در پیوند با مبادلات تجاری روسیه با چین هم همینطوره. تا قبل از سال 2014 که تحریم روسیه به دلیل اشغال کریم شروع شد، مبادلات تجاری روسیه و چین بین سالهای 2011 تا 2014 از 82 میلیارد دلار، دارین میبینین، به در سال به 88 میلیارد دلار رسید. یعنی با تحریم غرب علیه روسیه در سال 2014 مبادلات چین هم با روسیه سقوط آزاد میکنه، میشود 61 میلیارد دلار. یه بار دیگه اگه میتونیم اونو نشون بدیم که کاملا رو اون جدول روشنه. ببینین سال 2015 و 2016، 2015 که اصلا سقوط آزاد میکنه، وقتی غرب روسیه رو تحریم میکنه در سال 2014 سر ماجرای کریم، دو سال به همین منواله. بعد از 2017 روابط که ترمیم میشه و تا آخر 2019 و افزایشه. چرا دوباره اینجوری میشه؟ چرا دوباره میره بالاتر حتی از 2014؟ چون اختلاف آمریکا و چین افزایش پیدا میکنه که این مبادلات تا 110 میلیارد دلار هم میرسه. یعنی دلیل اساسا اختلافات تجاری آمریکا و چین بوده تا سیاست اون چیزایی که اون پرد و پلاهایی که فارس نوشته، سیاست چرخه به شرقی که سپاه و رسانه‌های تبلیغاتی رهبر جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنن. در واقع سایت اندیشکده های جمهوری اسلامی آمده منافع جمهوری اسلامی از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین رو توصیف کرده. ببینیم، میگه منازعه به وجود آمده تأمین گاز اروپا را با مشکل روبرو خواهد کرد، از این رو احتمال نرمش در مذاکرات برجام برای تأمین انرژی اروپا وجود دارد تا ایران جایگزین روسیه در این بازار شود. وضعیت متشنج روسیه وضعیت بازار نفت را کمی پیچیده کرده است. تنها کشوری که میتواند وضعیت نفت در جهان را در کوتاه مدت کنترل کند ایران است. بنابراین اکنون بهترین زمان برای امتیازگیری ایران از غرب است. در واقع غرب میتواند با احیای برجام نفت بیشتری در بازار عرضه کند و اهرم قدرت روسیه را لرزان کند. صحبت میکنیم در این باره. خبرگزاری دولت آقای رئیسی همیشه گرسنه نهار نخورده، خبرگزاری دولت چشم‌اندازی برای خوشحالی جمهوری اسلامی از پیامدهای تجاوز روسیه به اوکراین ترسیم کرده. واقعا چشم‌انداز خوشحالی ترسیم کرده. میگه بحران آغاز شده در اوکراین قیمت نفت و گاز را سعودی کرده است. از سوی دیگر و با توجه به اینکه عمده گاز مورد استفاده اروپا از سوی روسیه تامین می‌شود، تداوم این بحران اروپا را درگیر معضل تازه‌ای از انرژی خواهد کرد. حضور و نقش آفرینی ایران در چنین برهه‌ای به عنوان یکی از اصلی‌ترین دارندگان منابع گازی در جهان می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در جهان را بالا برده و حتی آغاز راهی برای رساندن گاز ایران به اروپا باشد. غرب در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین پاسخی تحریمی در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد شدت تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه روسیه به بالاترین حد ممکن افزایش یابد. بشکن می‌زنند. در این حوزه هم رابطه قابل قبول ایران با مسکو، ما میتونیم با مسکو هم یه رابطه قابل قبول ایجاد بکنیم، میتواند بازارهای روسیه را تا حدی در اختیار تولید کنندگان ایران قرار دهد. این یعنی اولا ما گوشمون به تحریم‌های بین‌المللی بدهکار نیست که علیه روسیه شده و داره میشه با اینا داره بالا میره. ما غرب روسیه رو تحریم کنه، ما به روسیه کالا میفروشیم. البته من نمیدونم جمهوری اسلامی چی میخواد به روسیه صادر کنه، کالای ملی تولید داخل که به درد بازار مصرف روسیه بخوره و بعدم یه چیز قابل توجهی تو کیسه جمهوری اسلامی روسیه بکنه. مبادلات تجاریشون رو قبلا صحبت کردیم. ثانیا اگر قرار باشد
به تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه متحد نباشین، شما چرا باید غرب به شما متحد بمونه و باز شما رو مشمول همون تحریم‌ها نکنه؟ چقدر پیش‌بینی‌های جمهوری اسلامی درسته؟ در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد در مدرسه عالی اقتصاد بازرگانی آمریکایی پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به امشب صفحه آخر، خوشحالم که یک بار دیگه مزاحمتون شدیم. درود خدمت شما همکاران گرامی و بینندگان عزیز برنامه خودم. درود بر شما. آقای دکتر، حمایت جمهوری اسلامی از تجاوز روسیه، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، تیتروار چه چیزی میتواند آید جمهوری اسلامی بکنه که اینجوری طرفداری میکنه از این تجاوز نظامی در واقع؟ جناب فلاحتی عزیز، ببینید روابط اقتصادی ایران در روسیه چیز قابل توجهی نبوده و نیست. یعنی مجموعه تجارت دو طرف با هم دیگه سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار بود که در اونجا روسیه تفوق داشته به ایران از نظر صادرات، یعنی حدود 1.3 میلیارد تا اون صادر کرده در مقابل 700 میلیون ایران به اونجا صادر کردن، چه این رقم قابل توجهی نیست. برمیگردیم به موارد دیگر، یعنی اتحاد جمهوری اسلامی که اتحاد یک طرف است با روسیه در واقع روی مقوله اتحاد آزادی ستیزی است. امروز این جنگ رو باید در ترازوی آزادی و استبداد دید. روسیه به عنوان یکی از اردوگاه های بسیار بسته استبداد و فساد، تمام متحدینی که برای خود میتونه انتخاب بکنه، نظیر جمهوری اسلامی، ونزوئلا، کره شمالی و اینان، در نتیجه اینها در شرایط بد به داد همدیگه میرسن. یعنی مثلا ملاحظه بکنید که آقای پوتین در سوریه چه انجام بود، نقش ایران چه بود، نقش قاسم سلیمانی چه بود. در نتیجه تمامی ایران رو، منافع ایران رو در طبق اخلاص تقدیم آقای پوتین میکنن برای اینکه پوتین از حکومت اینها حمایت کنه. در نتیجه دعوا امروز در سطح حتی بین المللی، دعوای بین آزادی و استبداد، آزادی و اختناق. در نتیجه خود این قضیه که پیش اومده، به این مسئله شاید بعد برسیم، به مسئله به این مسئله دامن زده. یعنی در واقع ببینید، من حدود 15 سال پیش در دانشگاه آمریکایی یکی از دوستان همکاران ما استاد علوم نظامی بود. او بعد از فروپاشی اتحاد شوروی روی مقوله ناتو تحقیق میکرد و بارها با هم نهار خوردیم، نشستیم صحبت کردیم. صحبتش این بود که ناتو دلیل وجودی خودش رو از دست داده، معلوم نیست برای چی باید بمونه، برای اینکه به خاطر اتحاد شوروی تشکیل شده بود، الان وجود نداره. این سرگردانی تأثیر زیادی در بودجه ریزی، برنامه ریزی ناتو اعمال کرد، ولی اکنون دوباره یک احساس هویت پیدا کرده. یعنی عملا ناتوی که امروز اعضاش به 30 رسیده و بالاتر، عملا بدل شده به یکی از نهادهای مورد طلب بسیار کشور دموکراتیک، برای اینکه احساس کردن که مرز بین حفظ آزادی و تسلیم به استبداد یک پیمان نظیر نتوست. به این ترتیب جمهوری اسلامی درست به این هدف دنبال آقای پوتین، تن به تمامی تحقیرهایی که از سوی پوتین اعمال می شود میده، تحقیرهای آشکاری که همه می بینند، بدون مجوز قانون اساسی پایگاه نوژه رو در اختیار روس‌ها گذاشتن، خلاف قانون اساسی. اون تحقیری که در مورد رئیس جمهور آقای خامنه‌ای انجام میده، با تمام اینها برای اینکه پوتین دست گرمش رو پشت آقای خامنه‌ای نگه داره، تن به همه این کوچکی ها میدند. خب آخه چقدر روسیه به طور کلی چقدر میتواند همیشه پشت
جمهوری اسلامی بماند و حالا حتی بحران فعلی که پیش نیامده بود ما این تاریخچه و این سابقه رو دیده ایم داشته ایم که قطعنامه‌های سازمان ملل دوره احمدی نژاد وقتی که شورای امنیت سازمان ملل وقتی که علیه جمهوری اسلامی حتی در تا مرز حمله نظامی به ایران پیش رفت اون قطعنامه‌ها وتو نکرد روسیه و تا کجا میتونه در واقع همه تخم مرغاش رو تو سبد پوتین بچینه آقای خامنه ای؟ ببینید روسیه یک ابرقدرت نظامی است، اونی که توی گیگم گفته میشه، ولی این نظامی بودن حتی به معنی مدرن امروزیش نیست. یعنی ملاحظه میکنید که در اداره کردن لوجستیک این تانک‌های خودشون که چند هزار تانک اعزام کردن به اوکراین، در اداره کردن لوجستیک اون، در رسوندن آب و نان به سربازانی که این تانک‌ها رو می‌برن زمینگیر شدند. یعنی منتالیته برنامه‌ریزی جهان سومی است، تکنولوژی مکانیکش پیشرفته است. و در اینجا به این نکته اشاره کنم، ببینید در دنیای مدرن، در این دنیایی که به ویژه در 500 سال گذشته گسترش پیدا کرده، علم یک شبکه است، علم یک شاخه دو شاخه نیست. یعنی شما نمیتونید که در دانش مکانیک پیشرفت بکنید، در الکترونیک، در ژنتیک، در انواع دیگر علوم، در تکتونیک، در کوانتیک پیشرفت نکنید. علم به این صورت گسترش پیدا میکنه. روسیه خیلی از این شاخه ها رو نداره، دنج در این زمینه ها به شدت محتاج. از این نظر شما به ساختار تحریم ها نگاه کنید، تمام تکنولوژی های مدرن رو جلوش بستن و این در چند سال اقتصاد روسیه رو زمینگیر میکنه، به دوران قاجاریه میبردش. همینطور در زمینه های دیگر، یعنی شما به اقتصاد روسیه نگاه کنید، تولید ملی روسیه به اندازه 85% تولید ملی ایتالیا است، به اندازه 75% و کمتر تولید ملی فرانسه است. باز یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای روسیه قابل قیاسه. به این ترتیب شما نمیتونید که یک عرض کنم بدنه بزرگ و استوار نظامی داشته باشید، پاهاتون گلی باشه، نتونید اون رو از در اقتصاد عمل کنید. شما مقایسه کنید با کل اروپا، اروپا حدود 14 تریلیون و بیشتر تولید ملی داره، آمریکا 22 تریلیون تولید ملی داره، روسیه 1.7 تریلیون تولید ملی داره، در اونم با تمام گاز و عمدتاً وابستگی به نفت و گاز. به این ترتیب روسیه قابل مقایسه با هیچ کدوم از این کشورها نیست و زیربنای اقتصادیش در خیلی از زمینه‌ها جهان سومی است. آقای دکتر، سوالی که بنده دارم مشخصاً ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه به این معنی که با توجه به فرمایشات که الان شما فرمودید، چگونه چشم‌انداز رو می‌بینید وضعیت جمهوری اسلامی؟ ببینید یک طرف روسیه است، یک طرف چینه که بسیار محتاط عمل می‌کنه و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هم رأی ممتنع میده در واقع در محکومیت روسیه، که معنی داره این البته. از یه طرف در واقع این نگاه به شرق به قول جمهوری اسلامی و روسیه است و چین و کره شمالی را اصلا کاری نداریم که وارد این بازی ها نمیشه و نمیذارن هم بشه، و از یک طرف این امکانات که در غرب هست که شما فرمودید، عرض کردم تمام تخمرغاش خامنه ای تو سبد پوتین چیده، چه بلایی قرار سر مردم ایران بیاد؟ تاریخچه شو ببینید، در همین دو دهه گذشته تاریخچه برای ایران باخت بوده. قدیمتر برید، تاریخچه از زمان قاجار تا کنون، روسا هیچ وقت برای ایران کمک و همسایه خوبی نبودند. در نتیجه هر جا توانستند
به ایران ضربه زدند. و در این دوران اخیر شما دوران استالین رو ببینید، تلاش اونها برای جدا کردن بخشایی از ایران رو بگیرید، کردستان رو، آذربایجان رو بگیرید، تا بیایید به این دوران. و این آقایانی که شعار نه شرقی و نه غربی دادند، اینها امروز میگویند که یه منظورشون این شرق نیست، یه چیز دیگه است. در حالی که این نظام دقیقاً، اگر اینا، من فکر نمی کنم همشون ندونن، لابد کسانی دارند. ببینید، من چندین کتاب در زمینه اقتصاد کنونی روسیه رو دیدم، از جمله در زمینه زندگی نامه شخص آقای پوتین. چیز بسیار جالبیه. ببینید، این اندیشه در ذهن آقای پوتین امروز زاده نشده. ایشون مثل سرداران ایران در 1997، یعنی 25 سال پیش، یک رساله دکتری اقتصاد نوشت در عرض کنم مؤسسه معدن شناسی، و در اونجا پیشنهاد میکند که، یعنی نظرش اینه، این تزو باز میکنه که روسیه یکی از منابع بزرگش گازه. این گاز نباید در دست بخش خصوصی باشه، در نتیجه در دست گازپروم قرار میگیره. اون وقت روسیه با تمام تلاش قدرت دولتیشو به کار بگیره، نظر رقیبان بالقوه روسیه وارد بازار گاز اروپا بشن، کاری که در مورد ایران کرده و با چنگ و دندان مانع شده است که گاز ایران به اروپا دست پیدا بکنه. چهار، اینکه روسیه باید تمام سرمایه گذاری داونستریم رو، یعنی ساختن لوله، تصفیه خانه برای گاز، اینا رو باید خودش انجام بده، چیزی که در اروپا انجام داده. و نهایت اینکه از تمامی این امکانات باید برای تامین منافع ژئوپلیتیک روسیه استفاده کنه. این کاری که در این در مورد گرجستان کرد، در مورد اوکراین کرد، در مورد کریم انجام داد، اینطوری. در نتیجه از نظر اونها قضیه روشنه. در این زمینه بازنده ایران است که استراتژی تعریف شده ای نداره و فقط از این ستون به آن ستون فرج است برای حفظ قدرت استبدادی خود بنا پناه میبره. و نگاه بفرمایید، در این قضیه شما در دوره مشروطیه چرا روحانیون مرتجع به لیاخوف پناه میبرند؟ چرا در دوران اتلی‌شاه اینها با روسیه در واقع منافع روسیه رو تامین میکنن، و وقتی روسیه اون سرزمین ها رو جدا میکنه از اونها حمایت میکنن؟ برای اینکه بچه مشترک اینها استبداد زدگی است. اینا خواهان یه نوع استبداد عقب مانده هستن، اونا هم خواهان استبداد سنتی هستن که همیشه در روسیه بوده. روسیه هیچ وقت دموکراسی رو تجربه نکرده. بله، این لیاخوف که آقای دکتر اشاره فرمودن، فرمانده قزاقا بودن، در به توپ بستن مجلس بود. در به توپ بستن مجلس در دوره ممدلی‌شاه قاجارباری. آقای دکتر، یک سوال بکنم بعد برگردم به این موضوع گازی که شما فرمودید ایران و روسیه. روسیه قاعدتا پیش بینی هایی کرده برای اینکه بتونه وضع اقتصادش رو ترمیم بکنه بعد از جنگ. من نمیدونم چه رویایی در سر داشته پوتین از این جنگ مشخص. چگونه میتونه اثر جنگ رو لااقل کاهش بده بر اقتصادش خود روسیه؟ من باز میخوام برسم به این که میخوام ببینم که وضع ایران چی میشه. بفرمایید، خواهش میکنم. از تمام قرائن به نظر میرسه که در این زمینه سوء محاسبه کردن، یعنی اینا انتظار این عکس العمل رو نداشتن. قطعا آقای پوتین انتظار داشت که غرب تحریم‌هاشو افزایش خواهد، و اینم بس از زمانی دوباره شلتر میشه، دوباره برمیگردن به اون. انتظار این نداشت که اولا تحریم ها با این ابعاد که بی سابقه هست، و اونم نه در حد آمریکا. آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، تمامی اروپا و کشورهای متمدن، کره، تمامی اینها تحریم علیه شمال بکنن، شبکه بانکی رو به روش ببندن. هنوز غرب در این زمینه با احتیاط گام برمی‌داره و هنوز جایی رو می‌گذاره که فردا اگر روسیه بدتر از این کرد، اون تحریم‌ها رو اضافه کنه. از این نظر همه رو یک جا اعمال نمی‌کنه. با این ترتیب همین تحریم‌ها که امروز اعمال شده، مثلا حساب می‌کرد که موجودی بانک مرکزیش حدود 650 میلیارد دلار، ولی این تصور نمی‌کرد که بانک مرکزیشو عملا زمینگیر بکنن و تعطیل کنن و این رو یک شبه انجام بدن. به این ترتیب در این زمینه غافلگیر شده.
در زمینه از دست دادن بازارها، هنوز غرب میدونی که جلوی نفت و گاز روسیه رو تحریم نکرده، اونم نه فقط به خاطر روسیه بلکه به خاطر خودش نیز، چون نمیخواد بازار نفت و انرژی را بیش از این آشفته بکنه. ولی اگر لازم باشه این کار هم انجام خواهد گرفت، چون آغاز جنگ در این فصل زمستونه، به فوریت و تو کوتاه مدت نمیشود این رو جاگزینگر، کار مشکلی است. به هر صورت روسیه در این زمینه سوء محاسبه کرده و به این ترتیب آثارش برای او قابل کنترل نیست. من فکر میکنم که از یک سو ناتو رو بیدار کرد، چون ناتو از زمان ترامپ در حال عرض کنم در حال نیمه بیهوشی بود، اینه به خود آورد. الان ناتو جم خورده و به صورت بسیار فعال در اومده. غرب رو رابطه آمریکا و اروپا در حال نزار بود، این امروز بسیار محکم شده. درجه تمامی دنیا متوجه شدن که دعوای بین دنیای آزاد و دنیای غیر آزاد، بسته و مستبدی و فاسد و مافیایی، دعوای جدی روزه. به این ترتیب در این مسئله روسیه هیچگونه آمادگی برخورد نخواهد داشت. یعنی میتونه بسیاری از معادلات رو عوض کنه، شاید برگردونه اوضاع رو به جنگ سرد و از یک طرف هم بیشتر میلیتاریزه بکنه جهان رو در واقع این اقدام روسیه، چون وقتی ناتو تقویت بشه به هر حال به نظامی تر شدن جهان هم می انجامه بی تردید، در مقابل زیاده خواهی های روسیه. و از طرف دیگه ممکنه حتی اگر وضعیت مثل جنگ سرد بشه، که البته اینا همه اگرها و تخیلات بنده است، ببخشید، بشه که خب باز وضعیت شرایط، یعنی وضعیت مردم در کشورهای استبداد زده هم میتونه دوباره مسیر انقلابهای دهه 60 و 70 رو دنبال بکنه. باید دید که چه خواهد شد. باری آی دکتر، ببینید وابستگی اروپا به گاز روسیه خیلی زیاد. الان ببینیم به تفکیک کشورها داریم میبینیم، حتی از 100% مثلا مقدونیه و بوسنی هرزگوین 100%، مالدوی درسته اینا کشورهای کوچیکی هستن ولی 100% وابستن به گاز روسیه، بعد فنلاند، لیتوانی و همینطور میاد پایین. ببینیم این چیزی نیست که اقتصاد غرب، گرچه شما توضیح فرمودید که این اقتصاد غرب نیمی از اقتصاد جهان رو تشکیل میده در واقع، به اقتصاد روسیه 2% حجم اقتصاد جهان رو، ولی نمیشه این وابستگی به گاز رو در واقع چشم پوشی کرد. یک، هرچند که میخوندم، حتما دیدین این گزارش هایی که از ذخایر گاز اروپا هست که این زمستون خب در حال تمام شدن هم هست و مشکلی نداره، ولی و ذخایر گاز اروپا بهش اجازه میده که بره تا زمستان آینده، ولی در آغاز زمستان آینده دچار بحران میشه اگر که گاز روسیه قطع بشه. ولی در حوزه نفت هم اینجوری، 11 میلیون بشکه نفت تولید میکنه روسیه و 7 میلیونش رو صادر میکنه. خب اینها رو یعنی نمیشه جایگزین کرد. در این زمینه غرب چیکار میخواد بکنه در برابر روسیه، چون خودش نیاز داره به اینا؟ درست. ببینید اصل قضیه این است جناب فرهتی که دنیای غرب بر مبنای یک اصل اعتقادی عمل میکنه و اون اصل اعتقادی که در خیلی از موارد غلط از آب در میاد اینه که اگر طرفهای تو با تو زینف باشند، اونها از در صلح در میاد، پس منافع مشترک ایجاد کن. در نتیجه مثلا آمریکا در برابر چین مدت 10-12 سالی به خواب رفت، برای اینکه سیاستی که گذاشته بود از دوران قبل از فروپاشی اتحاد شوروی این بود که با تطمیع چین و باز کردن بازارهای سرمایه‌ای و مالی و تکنولوژیک آمریکا به چین، چین رو از شوروی آن روز جدا نگه داره. و مرتب این رو گفتند، یعنی نوشتند مدام که وقتی چین رو ما شریک تجاری خود قرار بدهیم،
چین صلح دوست میشه، به تدریج طبقات متوسط پدید میان که خواستار دموکراسی ان، دمچه چین به سوی دموکراسی حرکت میکنه. محاسبه ای که غلط در اومد، ملاحظه میکنی؟ این سیاست آمریکا تا 1991 که فروپاشی شوروی انجام میگره قابل فهم بود، به خاطر جدا نگرداشتن این دو قدرت بود. ولی بعد از اون 10-12 سال دیگه آمریکا تو خواب بود، یعنی این سیاستش عوض نکرد، عملا اجازه داد که صدها میلیارد دلار سرمایه فنی، کاردانی، مدیریت، سواد دانشگاهی اینا سرازیر بشود به سوی چین، و چین با تمام چنگ و دندان از راه‌های درست و نادرست از این برای تقویت خودش علیه دنیای آزاد استفاده بکنه. و وقتی آمریکا بیدار شد اندکی دیر بود. این مقوله رو در مورد مثلا جمهوری اسلامی هم آقای اوباما دقیقا همین حرف میزد که وقتی من جمهوری اسلامی رو با خودم شریک تجاری بکنم، اون به تدریج به روی آزادی پیش خواهد رفت و اصلاح طلبان دست بالا رو خواهند گرفت. عملا دیدیم که چنین نشد. و این قضیه رو در مورد روسیه هم به این ترتیب برگردم به جان پرسش شما، اون این که در کوتاه مدت در بازار نفت و گاز نمیشود کاری انجام داد. ناگزیر باید تن به اسرت بدن و اروپا این آمادگی رو پیدا میکنه، داره این آمادگی رو. ملاحظه میکنید اینا به جای اینکه ننه من غریبم بازی در بیارند، تن به اسرت و سختی میدن. شما مردم اوکراین ببینید، به جای زجه و موزه و زاری و گریه کردن، میره بچه‌ش میگذره در کشور همسایه، خودش تفنگ به دست میگیره برمیگرده اونجا و لبخند رو هم از صورتش دور نمیکنه. این روحیه اروپایی که از یه فرهنگ بسیار بسیار غنی پروتستانی ریشه میگیره، این آماده میکنه اگر لازم شد تن به اسرت بده، تحمل کنه، مشکل رو حل کنه، بیان که قضا و قدری باشه دنبالش بره. در کوتاه مدت حل نمیشه، ولی در دراز مدت حل میشه. برای اینکه این همین بالا رفتن قیمت نفت رو ببینید، بالا رفتن قیمت نفت بود که فقط نمونه عرض میکنم در دوره پیش از اندکی پیش از احمدی نژاد سبب شد که یه دقیقه وقت داریم آقای دکتر. بله، بالا رفتن قیمت نفت به 100 دلار که رسید سبب شد که سرمایه گذاری نفتی به شدت افزایش پیدا بکنه. در دو سال 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری روی نفت انجام گرفت. در نتیجه کشفیات جدید در شیوه های استخراج و منابع جدید و انرژی های جدید ایجاد شد. امروز قیمت نفت رفته 117-118 دلار. قطعا این در چند ماه سیلی از سرمایه گذاری رو در انواع انرژی ها را میندازه که به سرعت میان جای این رو میگیرن. به ویژه امروز تکنولوژی وجود داره. آخرین جمله اضافه کنم خدمتتون، اون که ببینید امروز علارغم همه احساسایی که داریم، یعنی امروز همه ما دلمون به مردم، با مردم اوکراینه، با وجود این نباید راه های صلح رو بست، نباید آقای پوتین رو بیش از این تحقیر کرد. او شکست خورده، ولی نباید این شکست رو مدام به رخش کشید. باید راه‌های مذاکره و صلح رو باز کرد، برای اینکه مهمترین مسئله که امروز در معرض خطره صلح جهانی است. بسیار سپاسگزارم. اگر در یک گوشه محصور بمونه ممکنه دست به خطاهای بزرگتری بزنه از جانب تهدیدایی که میکنه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور عزیز. بریم پرده آخر. خداوند می فرماد اگر این بندگانی که آفریده ام همه خوب بشن و هیچ کس گناه نکنه، صالح بشن، من بندگانی می آفرینم که گناه کنند و از من طلب مغفرت کنن تا من آنان را بیامرزم. خداوند دوست داره تو بگی خدای منو ببخش. شب و روزگار خوش.